نام و یاد خداوند متعال و با تقدیم سلام و سلوات به محضر سید رسولان و اهل بیت پاک و طاهر ایشان و عرض سلام و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شما همراهان خوب و بینندگان تلویزیونی جهانی هادی بسیار خرسند هستیم که بار دیگر مهمان شما خوبان هستیم و با شما بینندگان عزیز و گرامی همگام و همدل بسیار خرسن هستیم که بار دیگر در خدمت مهمان گرامی کارشناس محترم حجت الاسلام المسلمین روحانی هستیم با موضوع ملاق های قرآنی رشد و موفقیت اجازه بدید که سلام علیکی بکنیم با کارشناس محترم و ادامه بحث و گفتگو سلام علیکم جناب استاد روحانی بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان سلام علیکم و رحمت الله هر زده و احترام دارم خدمت شما و همچنین بینندگان محترم انشاءالله که همیشه علیکم در رحمت مسیر رحمت زندگی رو رشد باشند و موفقیت رو انشاءالله همیشه در کنار خود داشته باشند اله آمین سپاس که دارم از این دعای نیکتان در حق ما و بینندگان عزیز ما و این دعایتان هم به ربط به موضوع گفتگوی ما نیست که امشب از امشب قرار انشالله در خدمت شما باشیم و این بحث به سرانجام برسانیم بله بینندگان عزیز و گرامی جناب استاد آرزوی موفقیت کردن برای ما و شما موفقیت یکی از دقدقه های همیشگی هر انسانی هست و انسان موفق جهانی موفق را شکل می تا. و انسان توسعه یافته جهان را توسعه می تا. و دنیا برای زندگی همه انسان ها دنیای بهتری می شه. خب صحبت از موفقیت و توسعه یافتگی می از زوایای مختلف بهش پرداخت ولی وقتی که ما به قرآن برمیگردیم از نگاه قرآن به این معلفه های بسیار بسیار مهم و اساسی وقتی که می نگریم با یک سری کلیدواجه های خاص و خاصی روبرو هستیم که ادبیات قرآن این کلیدواجه ها را برای ما تعریف کرده و او رشد هست جناب استاد روحانی بزرگوار ما اگر بخواهیم ملاقه های رشد و موفقیت در قرآن جستجو کنیم و بخواهیم از منظر قرآن خودمان بسنجیم که آیا ما آدم موفق هستیم آدم رشدی یافته هستیم زندگی موفقی داریم یا نداریم اولا که بفرمایید با چی کلید هایی قرآن به با این مباحث می‌پردازه و انشالله باز در جلسه شد اگر نه در جلسه آینده عوامل رشد و موانع رشد و زمینه ها و عرصه های رشد برای ما و بینندگان عزیز ما تبیین و ترسیم بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما عرض کنم او چیزی که بیان فرمودید تقریبا دورنمایی از بحث رشد و موفقیت در قرآن هست بله. میتونه نقشه راهی باشه چندین وقت ما انشا با این نقشه راه کار داریم و مطالب در همین ردیف میتونیم بحث کنیم داری. اما اگر اجازه شما باشه ما در اولین نوبت این برخ از مقدمات رو مطرح بکنیم اینا مدخلی باشه دیباچهی دیباچه باشه برای ورود به اصل مسئله رشد توسعه یافتگی و موفقیت در قرآن و همچنین آموزه های دینی اوزخایی میکنم خواهش میکنم فهمت. خدمت شما ارز کنیم وقتی که انسان به مقوله رشد نگاه میکنه پیرامون انسان گیاهان باشه جامدات باشه زمین باشه آسمان باشه هر کدام اینها به یک نحوی به یک شکلی در دامن خوی بحث رشد رو میتونن مشاهده کنن مثلا یک دانه ای رو شما نگاه میکنن ای رو در دل زمین جای میده آبی به این دانه رسیده میشه به این بذر مناسب و بعد از چند مدتی تبدیل میشه به یک گیاه سرسبز بله. اگر نهالی بشه باز مبنا همون دانه بوده و تا او زمانی که میوه شیرین او میتونه های مردم رو زینت بده این مسیر رو شما مسیر رشد یافتگی میبینید یعنی از زمانی که از یک دانه و یک بعض رو شروع شد بلد. تا به او زمانی که به نهایت و نتیجه کامل که میوه بودن بود رسید این مسیر رشد یافتگیه یعنی رسیدن به اون هدف به اون است بله اون هدف کانونی رو تونستیم ما در این مسیر مشاهده کنیم بند. زمین همچنین او چیزهایی که در زمین هستن اونها هم رشد میکنم خود زمین هم در قرآن هست میگه و ازل ارزو مدت زمین توسعه پیدا میکنه و ازل ارزو مدت و ارز بعد ذالک ده زمین شروع میکنه به توسعه یافتگی رشد کردن آسمان رو هم که نگاه میکنه باز در قرآن سوری مبارکه ایزاریات به رشد آسمان و توسعه ای آسمان ها هم اشاره میشه که و سما ابن ها به و انال لموسه ای آسمان ها رو خدا میگه ما با قدرت با اقتدار آفریدم من. به شکلی که اگر شما هرچی هم خواسته باشیم دقت کنیم و در این دقت در آفرینش آسمان خواسته باشیم یک مقداری نقصی خللی در آفرینش و آسمان ها مشاهده کنیم نمیتونیم قرآن مگه فرج البصر کرتین هل ترا من فطور این آسمان ها رو ببینید دقت کنید بریم مطالعه کنید بررسی کنید آیا خللی نقصی عیبی اشکالی در آفرینش اونها هست میگه چشمان شما خسته میشه ثم رجع البصر کرتین دوباره برای این کار رو انجام بده میگه چشم شما خسته میشه نگاه تیزبین شما از مشاهده این نقص و خلل عاجزه اصلا نیست که ببینیم بعد. اولا میگه ما آسمان ها رو آفریدیم و سما ابنايها به عیدین یعنی با قدرت خلقت کردیم بعد مهمتر میگه و انا لا هی داریم به حیمنه و وسعت و عظمت آسمان ها هم افزایش بدیم یعنی رشد یافتگی در آسمان یک بذر تبدیل به گیاه و میوه میشه زمین رشد پیدا میکنه آسمان ها رشد پیدا میکنه حالا انسان به عنوان گل سرسبد آفرینش انسانی که خدای متعال درست هستی رو آمده با این همه قوت و قدرت و عظمت آفرینش کرده یامن فی الجبال خزائن و ای کوها مظهر قدرت خدا هستند. آسمان ها دشت ها دریا ها هر کدوم رو که انسان نگاه کنه میتونه به عظمت الهی پی بر بره و واقف بشه باید. اما ما هیچ جا نداریم بعد از اینکه خدا اینا رو آفرید به آفرینش خود خود تحسین کرده باشه و به خود و احسن تو بارک الله خدای متعال گفته, گفته باشه اما او زمانی که گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن انی خالقون بشرن من سلالت منتین آدم رو آمد از خاک آفرید و بعد از اینکه ای کال بود جسمی آدم در طراحی و هندسه عالم توسط خدا خلق شد خدای متعال یک عظمت دیگری را هم آمد به یه انسان اضافه کرد ثم نفخت و فیه من روحی. روحی از اون روح خود خدا در کالبد می انسان دمید بعد از این که انسان هم جسم شد هم روح شد بعد خدای متعال میگه فتبارک اللهم احسن, الخالق. احسن الخالقین اگر خدا احسن الخالقین باشه پس میتونیم ما استفاده کنیم که می انسانم احسن مخلوقینم مخلوقین دگه او که بهترین خلق کننده ها هست پس من میتونم در این تقسیم بهترین مخلوقات الهی باشم گل سرسبد هستی باشم گفت روزی که آفرید تو را سورت آفرین بر آفرینش تو به خود گفت آفرین صورت چنین نیافرید صورت آفرین بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین, آفرین. آفرین. خلقت الهی است درست هاذا خلق الله در سوره مبارکه لقمان میگه آفرینش الهی را تراز خلقت و پیدایش آدمی توسط خدای متعال به این شکله بله. نقصی اشکالی عیبی در اون نیست میفرماد حتی او زمانی که توی انسان در رحیم مادر بودی در عالم رحیم بودی هو الذی یصورکم فی الارحام در همون رحم مادر که ان خدای متعال این قلم تقدیر رو به دست گرفته قلم آفرینش رو به دست گرفته در همون رحم داره می آدم رو صورت میکنه بهترین تقدیرات رو آمد برای انسان از حیث بلی. چهره اندام خلق کرد که یا ایها الانسان ما غره که برب بکل کریم الذي خلقه که فسوه فعدلک فی ای صورت ما شاء که بک در بهترین تقدیرات و اندازگیری ها خدا آمد به انسان رو اصلا تناسب بین این اعضا این مختصات که چهره انسان داره دو تا چشم داده یک دونه بینی داده ابروها بالای چشم باشه یک شکنه در چهره انسان به مرور زمان ایجاد میکنه همه اینها تو اما با تقدیر از تو اما با اندازه گیری بله. خب همه اینها که کنار هم بگذاریم یعنی خدای متعال برای آفرینش انسان خیلی هزینه کرده درست. همه هستی دارن رشد میکنن حال می انسان از این میدان و از این مسیر بی بهره باشم یک خیلی بد جای تاسف بله گفت هست. قیمت هر کاله میدانی که چیست قیمت خود را ندانی بسیار سپاسگزار جناب استاد به نکته نکت بسیار ارزنده اشاره کردید این نکته نکته نکت انگیزشی هست یعنی وقتی که ما با این سوال و با این معرفت مواجه میشیم خود به خود یک جنبش در ما ایجاد میکنه که تو چرا نشستی همه هستی در حال جنبش هست در حال رشد و تکامل است و تو انسان باید رشد کنی بسیار سپاسگزار هستیم از جناب استاد و همینطور شما بینندگان عزیز و گرامی دعوت میکنم به تماشای میان برنامه <applause> مثبت 964 780 255 چه پل ارتباطی تلویزیون جهانی هادی و به خصوص برنامه به وقتی بیدار یعنی همین برنامه که شما دارین نگاه میکنین با پل ارتباطی برنامه با شما خوبان هست از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که مرتبط شوید جا داره از بینندگان عزیز و گرامی که زحمت میکشن وقت میگذارن قلم رنجم میکنن گشیایش هایش و با ما مرتبط میشن پیام میتن سوت میگذارن سوال میپرسن ما جهان سپاسگزاری کنیم از اونا از جمله از مخاطب عزیز و همراه گرامی ما که شمارش میخوانم مثبت 93 76 چار رقم آخر 77 35 که با ما مرتبط شده و سوال شرعی پرسیده عرض میکنم که شما بیننده و مخاطب عزیز و گرامی میتونید که در روز سهشنبه شبش که مختص به پاسخگویی به احکام شرعی هست میتونید پاسخ سوال خودتان دریافت کنید خب جناب استاد روحانی ما را رو بودیم در فضای قرآن و از سخن از قرآن شد و اینکه قرآن نگاه خداوند و نگاه قرآن به انسان چی نگاهی است بهترین خالق بهترین مخلوق آفریده و, و من انسانی که بهترین مخلوق هستم و خداوند بر آفرینیش من به خودش شاباز باری کلا گفته و از طرفی هم همه هستی در رشد و در جنبش و تکامل و حرکت هست من انسان نباید سر جای خود بشینم و از این مقوله بسیار مهم یعنی رشد که سبب تکامل و توسعه و موفقیت انسان و جهان میشه نباید مقفول بمانم بله بفرمایید ادامه صحبت های شما بله در ادامه عرایز که مطرح شد ارز کنیم که حال که همه هستی در مسیر رشد و کمال هست بله حیف می انسان از این قاعده و از این مسیر مستثنا باشم همراهی با سایر مخلوقات نکنم درست در یک تقسیم میشه ادعا کرد که ما انسان ها نسبت به مقوله رشد سه رقم میتونیم از خود خواهد اکسال عمل نشون بده ای در زندگی هستند که اینها اهل متاسفانه سقوطند یعنی نه تنها رشدی در زندگی اونها دیده نمیشه نه تنها اینها اهل کمال و موفقیت و معنویت در زندگی نیستند بلکه اینها به تعبیر قرآن آمدن اون انسانیت خود رو هم فراموش کردن شدن اولا که کل انام بله این چارپا شدن تعلیم بسیار زیبایی به کار برده <تصفح> سقوط یعنی یک چیزی رو خدا به اینا دادن این با یک سرمایه اولیه خدا در اختیار ای آدم قرار داد ولی در امو حد خود خدا نتونست نگه داره و سقوط بله اده اهل سقوط هستن اده در زندگی اهل سعودن یعنی در کنار سقوط ما سعود هم داریم بله. مقابل سقوط یعنی انسان هایی که آرمان دین خواهی در وجود اونها تجلی پیدا کرده و خواسته ای که خدا از انسان خواسته این آمدن جامعه عمل پوشیدن به یکی از بزرگان مفسرین قرآن نقل میکنن علامه تباتباهی بوده سوال کردن که به نظر شما خلاصه و اصاره قرآن چیه؟ فکر کرد و بعد فرمود که خلاصه و اصاره قرآن این کلمه هست که قل تعالو قل تعالو یعنی بیا بالا یعنی رشد کن برو طرف کمال سعی کن در زندگی سعود دیشته باشی از سقوط فاصله بگیری و اهل سعود باشی و انسان این ظرفیت رو داره اگر گفت رسد آدمی به جایی که به خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت راه رسیدن به رشد همینه که تیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت به در تا ببینی تیران آدمیت یعنی انسان میتونه پرواز کنه میتونه رشد کنه میتونه کمال داشته باشه میتونه سرمنشأ تمام خیرات و حسنات همین انسان باشه بله. <applause> این قسم دوم و قسم سوم که <applause> انسان هستند که در زندگی متاسفانه اهل سعود نیستند یعنی انسان پیش گام و پیش غلابون نیستند از او تنف تنزل در زندگی هم ندارند سقوط هم ندارند بلکه به جای سعود یا سقوط اینها اهل رکود در زندگی هستند در جا زدن <applause> به جای که کمال رو در وجود خود خوب بتونن نشون بدن ایطور نیست بلکه در جام زنن. همون کسی که سالیان قبل بوده امروز هم هست عقب نداره اما مسیر رو به رشد در سیره او دیده نمیشه کمال در اعمال او نمایان نیست بلد. و این هم حیفه و حیفه دچار روزمرگی شدن بله. و یکی امرو فردایش از امروزش هیچ تفاوتی نداشته باشه در روایات هم به این قضیه بله امام کاظم علیه السلام فرمودن که من استوا یوما فهوا مغبون کسی که دیروزی و با امروز یکی باشه قبن کرده یعنی ضرر کرده خسران عجیب بر او میبارد خب این هم خیلی بده من انسانی که ظرفیت رشد دارم اگر رشد نکنم در نگاه مطلوب دینی ای هم میتونه مقدمات خسران رو برای انسان فراهم کنه گفت تو راز کنگره عرش میزنن سفیر ای انسان تو را از او بالا خطاب کردن خدا خیلی نسبت به تو عزت و احترام قائل لقد کرم نابنی آدم خب حالا این انسان اهل رکوده پس ببینید ای دارن در زندگی رکود میکنن ای سقوط میکنن و اون جماعت مطلوب کسانی یعنی که اهل سعود در زندگی هستن. حالا اهل سعود یعنی همون کسانی که رشد در اونها هست حالا انشاءالله در ادامه در جلسات آینده به بینندگان عزیز به صورت واضح و مشخص بیان خواهد شد که نشانه های اینها چی, چی هست و ای که ملاقه های رشد از نظر قرآن کریم چی چیزایی هست بان. انشالله از زبان جنوالی خواهیم شنید بله خواهش میکنم پس انسان باید روش دیشته باشه به سوی کمال در حال حرکت کردن باشه بلی. تا اون ظرفیت وجودی و استعدادی که خدا در وجودی و قرار دادن رو به یک شکلی به فعلیت برسانه. برسانه. خب وقتی که ما به قرآن نگاه میکنیم قرآن خودی و کتابی که انسانها رو میتونه به رشد برسانه انشالله در مسیر بحث میگیم که یکی از کارکردهای مهم قرآن اینه که کتابی است که یهدی ال رشد اگر کسی قرآنی فکر کنه قرآنی عمل کنه قرآنی زندگی کنه فاش میگویم آنچه در دل مزمن است این کتابی نیست چیزی, چیزی دیگر, دیگر است چون که در جان رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جهان دیگر شود, شود. این میشه رشد یافتگی قرآن کتابی که ما رو به رشد یافتگی هدایت میکنه مون تا ما باید اول بیایم ببینیم که این رشد یعنی چی در خصوص واژه رشد دیدگاه قرآن چیه و چه کسی در منطق دین و در فرهنگ قرآن انسان رشد یافته و رشیدی است بله در خصوص سوال اول که قرآن به رشد از چی طریقی میتونه نگاه کنه و نگاه قرآن به این مسئله به چه شکل هست اگر دو تا مقوله در کنار هم قرار بگیره انسان در فرهنگ قرآن به رشد رسیده همون رشدی که اصلا یکی از دعاهای بزرگان در قرآن همینه خدای متعال در سوره که وقتی که داره از اصحاب کف او کسانی که گفت انهم فتیتون آمنو بربهیم بهم و زدناهم هدا ایمان و باور نسبت به خدا دیشتن و خدا هم هی داره بر هدایت اونها می افضاید ایمانشون رو تقویت کرد بله خب اصحاب کف یکی از دعاهای اونها اینه که ربنا هی لنا من امرنا رشدا خدایا میشه امر ما رو در مسیر و رشد قرار بدیم میشه ما انسان های رشیدی باشیم حالا ما چه کار کنیم که این رشد در ما ایجاد بشه چه کار کرده باشیم که این رشد یافتگی در ما تولید بشه اولین مسئله اینه که انسان برای رشد یافتن باید هدف گذاری های درست و صحیحی در زندگی داشته باشه درست اول هدف گذاری های صحیح و اون مقوله دوم که میتونه متمم معنای رشد باشه اینه که بعد از این که هدف گذاری صحیحی را انجام دادم بهترین راه سالمترین مسیر و نزدیکترین مسیر رو انسان انتخاب کنه تا به او هدف و به او مقصد دست پیدا کنه مثلا نا کنه یک آدرس بره ما آمدن معین کردن که مثلا در کشور ما در افغانستان ما بلد. مزار سخی هست بلد. من میفهم که در شهر مزار شریف بارگاه برای امیر المؤمنین علیه بلد. السلام هست آدرس دقیقی ریاد ندارم از کسی که میشناسه میپرسم این میشه باید هدف گذاری این میشه هدف گذاری همون هدفی که لازمه مامدوم انجام دادم بلد. اما از چی مسیری انسان به این مقصد دست پیدا کنه بله چون یک مقصدی که راه های متعدد بله. هست بله. از مسیرهای گوناگون میتونه به با این باید مقصد برسه بهترین مسیر انتخاب کرد بهترین مسیر سالمترین مسیر راحتترین مسیر که مربوطونه به این مقصد برسانه اگر ای دوتا رو کنار هم آمدیم به دست آوردیم هم هدف گذاری صحیح و هم مسیریابی درست این می شود روش در فرهنگ قرآن که انشالله توضیحات پیرامون یا عرض میشه بله بسیار عالی بازم فرصت است برای یک درنگ کوتاه و همراه با بینندگان عزیز و گرامی میان برنامه کوتاه میبینیم و باز برمیگردیم ادامه گفتگو علی امیدوارم این سخن بسیار گوهربار و ای که از کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انتخاب شد و تقدیم نگاه های شما شد سرمشق زندگی ما و شما باشه و زندگی ما را رونق ببخشد. مثبت 964 185, 255, شماره ارتباطی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی در با شما بینندگان عزیز و گرامی هست بله همین شما بزرگواری که با ما مرتبط شدید که با شماره مثبت 98 936 چهار رقم آخر 5984 که تشکر کردین ما هم از شما سپاس گذارم شما <applause> تشکر میکنیم از شما بابت این ارتباط شما بابت این دلگرمی شما و مخصوص نزدیک <applause> چند تا عکس فرستادید برای خدمتگزارانتان در تلویزیون جهانی هادی اجازه بدین که برگردیم و ادامه گفتگو با کارشناس محترم جناب روحانی بله بله عرض کردم که در مقوله رشد باید دو تا مفهوم حتما جان بگیره اول ای انسان هدف گذاری درستی داشته و در کنار مقصد رو هم صحیح بشناسه چون یکی از مشکلات ما در زندگی اینه که متاسفانه هدف رو گم کردیم یا هدف غلطی رو انتخاب کردیم لذا هی قرآن داره این مسئله رو بره انسان تثبیت میکنه تأیید میکنه که انسان اف حسبتم انما خلقناکم ابسا و انکم الینا لا ترجعون تو فکر کردی خدا علکی شما رو آفریده هیچ هدفی حکمتی از آفرینش شما نبوده و آفرینش و شما هیچ حکمتی در کنار رو خود ندیشته یعنی ما به انسان و به زندگی او هدف بده هدف ما در زندگی چیه؟ هدف اینه که خدا رو پرستش کنیم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون این میشه به عنوان یک هدف درست و بعد از اینکه این هدف درست رو ما آمدیم تشخیص دادیم خب مسیری و چیه؟ می که قرار با خدا برسوم راه رسیدن به این مسیر چیست؟ مقصدی که برای خود انتخاب کردم از چی مسیری باید به او برسم دوتا که در کنار هم باشه رشد یافتگی هست ما چند تا واژه داریم در قرآن که اینها یا موافق هم هستن یا مخالف هم هستند. یک واژه واژه هدایت است هدایت از واجه های مرادف و هم معنای رشد یافتگی است اما رشد به معنای هدایت نیست کما این که ما در کنار هدایت و رشد دو تا واجه معادل دانیم که عکس معنا رو می متضاد با این یکی تا واجه هست. زلالت هست در مقابل هدایت بله، هست. که در قبال هدایت هست. یکی هم غوایت هست که در مقابل رشده در قرآن داریم که میگه ما ظل صاحب و ما غوا یعنی پیغمبر نه گمراه هست گمراه نیست و نه هم انسانی که رشد در او دیده نشود غوایت مقابل رشد یافتگی است گاه در قرآن میخونیم که لا اکراه فی الدین در دین کراهتی وجود ندارد در پذیرش دین اجباری نیه انسان اگر دین رو خوب تصور بکنه تصدیق هم میکنه یعنی دین اسلام که با زبان فطرت داره با ما حرف میزنه اگر ما خوب بتونم اسلام رو بفهمم حتما او رو میپذیرم لذا میگه لا اکراه فدین حالا چرا لا اکراه فدین؟ به خاطری اینه که میگه قد تبین رشدوم. من الغی رشد اینجا در مقابل غی آمده غی یعنی چی؟ یعنی راه رو گم کردن یعنی از مسیر دور شدن ما قرار بود برم به خدا برسم نه؟ اما یک زمانی نگاه میکنم می که مسلمان هم هستم قرار هست قرآنی زندگی کنم اسلامی زندگی کنم ایمانی در زندگی حرکت کنم یک زمانی نگاه میکنم که لحو شدم در زندگی یعنی زن و فرزند و مال و ماشین و متر و باغ و ویلا همه این رو من از زندگی از رسیدن به خدا باز داشته من قرار بود به خدا برسم اما در مسیری که من به خدا برسانه قرار نگرفتم این راه که تو روی به ترکستان, به ترکستان است متاسفانه متاسفانه امیر پس انسان نها کنین اگر مسیر رو خوب بشنسه و مقصد رو هم بداند که از کدوم مسیر بره که به مقصد برسه این میشه رشد قد تبین رشد من الغی, الغی. این تو اگر کنار هم باشه هست گم در قرآن هست که ادهی از مخالفان پیغمبر مخالفان پیامبران الهی حضرت شعیب یک پیرمرد پیغمبر نیست که قومی و می آمدن می گفتن جناب شعیب از تو که تعمر که, که ما یعبد و همین عبادتی که تو میکنی در قالب نماز در قالب ارتباط به خدا تو رو آمده بر این داشته که ما رو از عبادت خداهایی که پدران ما پرستش میکردند و تقصید تقدیس میکردند نهی کنیم از صلاتو که مورو که ان نترو ما یعبود آبا نمی نه نماز تو ما داره دعوت به این میکنه بعد میگفتن اینکه لانت الحلیم الرشید اینکه لانت و الرشید بله این جالبه کسانی که مخالف پیغمبر هستن او را اولا آدم حلیم و بردباری میدونن و ثانیا میگن تو آدم رشیدی هستی رشدی یافته ای تو انسان متکاملی در مسیر کمال هستی چرا چنین حرفی رو میزنی مخالفان و معاندان پیغمبر هم اذعان و اعتراف میکنن که بین بی پیغمبر چیه آدم رشدی یافته آدم رشدی یافته است قرآن نکنه وقتی که داره صحبت از برخی از افراد زرنگ میکنه از فرعون یاد میکنه خب فرعون حقیقتا انسان زرنگیه با ملاک دنیایی بله وقتی نگاه میکنه مدیریت خوبی داره کسی که تونسته یک جمعیت فراوان یک تمدن رو به استثمار بکشه از اونها بیگاری بگیره خب آدم معمولی نیست یک نابغه است کسی که توانسته بله فاستخف قومه فاتاو همه اینها رو به زنجیر بکشه و همه مطیع او باشن آدم معمولی نبوده توانای یک توانایی و قابلیت خاص یک نو... هوش منفی دیشته یک نبوغ سیاهی در او دیده میشه خب قرآن وقتی که از فرعون صحبت میکنه با تمام این زرنگی ها و بازی هایی که فرعون یاد. از خود خود داره نشون میده یک قسمت در ماجرایی که با حضرت موسی علی نبی و علیه الصلاه و السلام داره مقابله میکنه دیگه حضرت موسی وقتی که معجزه نشون داد گفت ای که چیزی نیست تو سحر آوردی نه که به سحر مثله ما هم سحر میاره سحره و جادوگرانی از اقسانقات کشور خود جمع کرد به جنگ حضرت موسی آورد وقتی که آمدن سهر به حضرت موسی گفتن اول شما شروع میکنی یا ما اول ابتدا کنیم گفت شما اینام آمدن همون کاری که انجام میدادن رو انجام دادن اما وقتی که خدا به موسی امر کرد که اصا خوبی انداز وقتی هم که انداخته شد همه آنچه که اینها آمده بودن درست کرده بودن یک جا ایده شد اینجا سهر در چند جای قرآن هست فالقی فا السحره ساجدین در سوره اعراف میگه همین افتادن سجده کردن همین صحره که حرف نائی بود که از بیابان تا بدین جا بهر دینار آمدیم ما فقط و فقط برای پول آمدیم به فرعون گفتن ان لنا لا اجرا ان كنا الغالبین پیروز بشیم به ما یک پاکت میدی پولی میدی خب نما کنین یک دفگی همین آمدن تسلیم حضرت موسی شدن و فرعون احساس کرد که دیگه برگ برنده دست موساست بله قلبه با موساز درست تون آمد نقشه رو عوض کرد گفت موسا اینا شاگردای خود تو بودن و این مکریه که شما با هم تدبیر کردیم که دین مردم رو بیاییم برای ما نقشه کشیدیم. بله کسی که بتونه در صحنه بله. در زمان بتونه... بله. بگیره ابتکار رو به دست بگیره معلومه که آدم باید. نابغه منفی هست باید. حالا نها در اینجا قرآن میگه فرعون تمام این زرنگی ها از خود خود در میاره نشون میده اما بدانید که و ما امر فرعون به رشید از نگاه قرآن فرعون آدم رشیدی نیست چرا چون هدف رو غلط انتخاب کرده هدف اینه که انسان بندگی خدا کنه و او داره بندگی هوا میکنه هدف اینه که خدا رو پرستش کنیم و فرعون داره مردم رو به پرستش خود خود دعوت میکنه اصلا شعار اینه که ما علم تو لکم من اله غیری انا ربکم بکم او داره سر مده پس در منطق دین فرعون آدم رشد یافته ای نیست اما ابراهیم رو ناکنه علیه السلام, السلام حضرت ابراهیم یک انسانیه که ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل ما ابراهیم رو یک آدم رشیدی یافتیم آدم رشد یافته یافتیم چنه؟ چون وقتی میبینه مردم دارن خورشید رو پرستش میکنن پیش ما سجده میکنن ستاره رو به عنوان خدا انتخاب میکنن با اونا برخورد میکنن همین مردمی که آمدن پیش بود سرخم میکنن بود رو به عنوان خدای قبول کردن ابراهیم که در مقابل اونها نمیسته تسلیم اونها باشه همراه با اونها باشه بلکه میایه وارد بودکده اونها میشه قرآن میگه فجعلهم جزازن الا کبیر اللهم همه بتها اینار خورد کرد همه رو بشکست یعنی یک انسان رشدی یافته چرا چون میداند که انسان با این ظرفیتی که خدا به پای او ریخته دیگه نباید این هزینه هایی که خدا بر او کرده رو هدر بده امیرالمؤمنین فرمودن اتز اما انک جرم صغیر و فی کم طبل عالم الاکبر و آدم انسان قدر خور بدون فکر نکن که تو یک انسانی هستی مثلا 60 کیلو 70 کیلو مثلا این مقدار قد داری وزن داری نه بقید. در تو یک عالمی نهفته است یک جهانی در وجود توست وی او زمانی میتونه بره انسان خود رو نشون بده که انسان این رشد یافتگی ای رو درک کنه و در مسیر رسیدن به این رشد باشه پس نها بله. در منطق دین یک عده دارن زرنگ بازی در میارن اما چون در مسیر نیستن خدا میگه این آدم های رشیدی نیستن بله اما یک عده دیگری مثل حضرت موسی مثل حضرت شعیب مثل حضرت ابراهیم علیهم السلام رو که هم هدف رو درست تشخیص دادن و هم دانن مسیر صحیحی رو میپیمایند که به این هدف درست برسند اینها در فرهنگ دینی و در فرهنگ قرآنی انسانهای ای هستند حالا ما باید چه کار کنیم که به این یافتگی برسیم این انشاءالله مسیر بحثی است که های در نوبت های آینده, آینده بحث میشه خواهیم شنید بسیار سپاسگزار هستیم جناب استاد روحانی که ما را با توجه به کلمات قرآن و آیات نورانی و بیانات رو فرمودین انشالله که به کمک این کلمات قرآن و هدایت های قرآنی ما هم کسانی باشیم که قدر و خود بدانیم و او ملاقه هایی را که قرآن برای رشد و موفقیت ما و شما در نظر گرفته که منجر به سعادت ما و شما میشه و منجر به نجات ما و شما میشه و با اون ملاقات دست پیدا کنیم و هدف گذاری درست و به قول استاد روحانی مسیریابی درست انجام بدیم تا بتانیم به رشد برسیم همراه با کارشناس محترم شب خوب و خوش و بهاری را برای شما آرزو میکنم خدا یارو نگهدارد <applause>